عقیده جاویدان، عقیده جاویدان. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند تبارک و تعالی در آیه 48 سوره نساء می‌فرماید: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله هرگز شرک را نمی‌بخشد و پایین‌تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند می‌بخشد. این عدم بخشیدن عام است و انواع سگانه شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفی را شامل می شود. پس هیچ یک از اینها بدون توبه بخشیده نمی شود و این بدان خاطر است که شرک گناهی است بس بزرگ. مگر نه این است که الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمتها و بزرگوار است. پس چگونه انسان به خود اجازه بدهد که از او روی برتابد و به سوی مخلوقی همچون خود متوجه شود؟ واقعا که این عمل دور از انصاف و دور از بندگی خداوند تبارک و تعالی است. در قرآن کریم دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چنین نقل شده است که ایشان می‌فرمایند: و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. آیه 35 سوره ابراهیم که ابراهیم علیه السلام فرمود که من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگهدار. و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند: آنچه من بیش از هر چیز درباره شما می ترسم شرک اصغر است. پرسیدن: یا رسول الله، شرک اصغر چیست؟ فرمودن: ریا یا تظاهر. گناهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که بیش از هر گناه دیگر از آن حراس دارند، به خاطر این است که این گناه سرانجام ناخوشایندی دارد و متاسفانه مردم در این مورد کاملا سهلنگار هستند و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به این نوع شرک آن همه خوف و حراس داشتند، زیرا که در باره این شرک که همان شرک خفی است که ریا و تظاهر است، انسانها سهلنگار هستند. در صحیح بخاری از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس در حالی بمیرد که غیر از الله کسی دیگری را به فریاد می‌خوانده است، وارد دوزخ خواهد شد. یقینا به کمک طلبیدن دیگران جز الله شرک اکبر محسوب می شود، زیرا دعا نه تنها بخشی از عبادت بلکه عبادت واقعی است، چنان که در حدیث صحیح وارد شده است که الدعا هو العباده، یعنی دعا همان عبادت است. لذا اگر کسی در حالی بمیرد که این عبادت بزرگ یا بخشی از آن را برای غیر الله انجام داده است، پس آتش دوزخ را بر خود واجب کرده است و او همچون سایر کفار برای همیشه در دوزخ به سر خواهد برد، گرچه به ظاهر مسلمان باشد، زیرا شرک سایر اعمال نیک انسان را نابود می‌گرداند، چنان که الله عز و جل می‌فرماید: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. زمر آیه 65. به تو، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب است که به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده است که اگر شرک ورزی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. الله تبارک و تعالی این فرض محال را برای این به ما گوشزد می کند که موضوع خیلی جدی است، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم از شرک بدور هستند و علیاذ بالله هیچگاه شرک نمی ورزیدن، بلکه خداوند به خاطر اینکه عظمت
و جدی بودن و حساس بودن و خطرناک بودن این موضوع را برای ما مسلمانان بیان کند، این فرض محال را برای ما گوشزد می کند که این موضوع را جدی بگیرین که خیلی حساس و خطرناک است. خواندن غیر الله هم شاید که همراه با الله دیگران را به کمک می طلبند و هم شامل کسانی می شود که فقط غیر الله را می خوانند. از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه و من لقیه یشرک به دخل النار. این حدیث را مسلم روایت کرده است. هر کس الله را در حالی ملاقات بکند که با او شریک نگرفته باشد وارد بهشت می شود، و اگر در حالی با او ملاقات بکند که با او شریک گرفته است وارد دوزخ می گردد. شنوندگان عزیز، باید بدانید که هدف اصلی فرستادن پیامبران و کتب آسمانی دعوت به لا اله الا الله، یعنی یکتا پرستی مطلق بوده است. الله عز و جل در آیه 108 سوره یوسف می فرماید: قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بگو این راه من و پیروانم هست و با بصیرت کامل همه مردم را به سوی الله دعوت می کنم. پاک و منزه است الله و من از مشرکان نیستم. در بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم می فرمایند: وقتی که معاذ ابن جبل را به یمن فرستادند، فرمودند که تو نزد قومی از اهل کتاب می روی، نخستین چیزی که آنان را بدان دعوت می دهی گواهی دادن بلا اله الا الله و یگانگی الله باشد، و طبق روایتی فرمودند تا اینکه به یگانگی الله اقرار کنند. اگر این را از تو پذیرفتند، به اطلاعشان برسان که الله جل جلاله در شبان روز 5 وقت نماز را بر آنان فرض کرده است، و اگر این را هم پذیرفتند، به اطلاعشان برسان که الله عز و جل زکات را بر آنان فرض ساخته است که از ثروتمندانشان گرفته و به فقرا و تهی دستانشان داده شود. اگر پذیرفتن، پس از گرفتن عمده ترین مالهایشان پرهیز کن و از آه مظلوم بترس که بین فریاد او و بین الله پرده و حجابی نیست. باز هم در بخاری و مسلم از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم در جریان غزوه خیبر فرمودند: فردا پرچم جهاد را به مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و آنها نیز او را دوست می دارند و الله به دست او خیبر را فتح خواهد کرد. اصحاب رضی الله عنهم اجمعین شب را در حالی سپری کردند که در مورد شخصی که پرچم را به دست خواهد گرفت اظهار نظر می نمودند. صبح روز بعد امن از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم حاضر شدند و هر یک امیدوار بودند که پرچم به دست او داده شود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: علی کجاست؟ گفتند: به خاطر بیماری چشمانش نتوانست حاضر بشود. دستور دادند که علی حاضر شود. او را آوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقداری از آب دهن مبارک خیش را به چشمان علی رضی الله تعالی عنه مالیدند. ایشان فوراً شفا یافت، طوری که گویا اصلا چنین مشکلی نداشته است. آنگاه پرچم را به دست او داده و فرمودند: همین حالا به آرامی حرکت کن. وقتی که به محل آنان رسیدی، نخست به پذیرش اسلام آنان را دعوت نما و حقوق الله عزوجل را که بعد از اسلام بر آنان واجب خواهد شد برایشان بگو. آنگاه فرمودند: به الله سوگند، هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شتران سرخ خواهد بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این اصطلاح شتران سرخ را به خاطر استعمال نمودند که در زمان ایشان کسی که رمه ای از شتران سرخ می داشت در بین عرب ثروتمندترین آنها حساب می شد. در این حدیث شریف ملاحظه کردیم که به علی رضی الله تعالی عنه فرمودند: قبل از هر چیز اهل خیبر را به اسلام دعوت کن. بی تردید دعوت به اسلام یعنی دعوت به توحید، زیرا توحید در ضمن شهادتین است که رکن اعظم یعنی بزرگ اسلام به شمار می رود. سپس فرمودند: حقوق اسلام را برای آنان بیان کن.
که باز هم بزرگترین حقوق اسلام یکتا پرستی الله جل جلاله است و بعد از آن نوبت دیگر فرایض و محرمات است. بنابراین کسی که به اسلام دعوت می دهد باید نخست به اصل توحید که همانا لا اله الا الله می باشد دعوت دهد و سپس به دیگر فرایض و محرمات بپردازد. حالا بیایید ببینیم که تفسیر و مفهوم این کلمه یعنی لا اله الا الله چیست و چرا این همه فداکاری ها و جانفشانی ها و جهادها به خاطر رساندن این کلمه صورت گرفته است. شهادت بلا اله الا الله یعنی اعتقاد داشتن به آنچه می گوید و اقرار می کند و اعتقاد آن است که بر اساس علم و یقین باشد. دوم اقرار به زبان. سوم اعلام نمودن این عقیده و اقرار به آن تا دیگران شاهد جریان باشند. پس اشهدو یعنی این جانب اعتقاد دارم و اقرار می کنم و شما را آگاه می سازم که احدی استحقاق الوهیت و تعظیم و پرستش را ندارد بجز الله یکتا. لا برای نفی جنس و الا برای حصر است و معنی جمله این چنین است که معبود بر حقی منحصراً ذات الله تبارک و تعالی است و معبودی بر حق جز او وجود ندارد. اله یعنی معبود، کسی که قابل پرستش باشد. گویا ما میگوییم معبودی به حق جز الله وجود ندارد و آنهایی که بدون الله مورد پرستش واقع میشوند عبادت آنها باطل و ظلم و طغیان است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید در سوره اسراء آیه 57: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا. کسانی را که آنان میخوانند خودشان وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان میجویند، وسیله‌ای هرچه نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است. اولئک الذین یدعون یعنی کسانی را که اینها عبادت میکنند خود شدیداً نیازمند پروردگارشان هستند و نیازهای خود را در آنجا یعنی در نزد پروردگارشان برطرف میکنند و به سوی کسی دیگر برای رفع نیازهایشان متوجه نمیشوند. اینجا لفظ ربوبیت است، زیرا اجابت دعا و قبول و توبه جزء ربوبیت است. در این آیه در واقع توحید را تفسیر میکنیم، یعنی که باید بنده به وقت هر نیازی که برایش پیش می آید روی به الله عز و جل بیارد. تا برنامه بعد که باز هم با قسمت دیگری از عقیده جاویدان، عقیده ناب اسلامی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما را به خداوند بزرگ العزار می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقیده جاویدان. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم.